توی هیر و ویر رابطه ایران و امریکا دیپلماسی ظریف و ترامپ و اصولگرا و اصلاح طلب رو فراموش کنید. همین آقای نادری خودمون یه دیپلماسی داره که خیلی هم شکست ناپذیره. آپارات این هفته رو ببینید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. رابطه ایران و آمریکا در همه سالهای بعد از انقلاب دست کم برای ایرانی ها اصلی ترین و مناقشه برانگیزترین موضوع سیاسی بوده. انواع و اقسام روش های مخفی و علنی هم برای حل این مشکل پیشنهاد شده یا اجرا شده. همگی هم شکست خورده. از دیپلماسی فوتبال و کشتی بگیرین تا چشمک زدن هایی از راه دور و نامه نوشتن و پس فرستادن نامه و تا مذاکرات دو جانبه و چند جانبه. آقای نادری شخصیت اصلی فیلم این هفته آپارات، اما دلش میخواد همه جا صلح و صفا باشه و همه با هم دوست باشن. بنابراین سالهای سال هست که خیلی مصرانه یه شیوه دیپلماتیک مخصوص به خودش رو پیش گرفته تا بلکه کمکی بشه و گره کوری از این رابطه باز بشه. بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم در فیلم دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری به سراغ این شخصیت منحصر به فرد رفتن تا قصهش رو بگن. بهداشت صنایع‌ها سال 57 در شیراز به دنیا اومده و در تئاتر تجربه بازیگری و کارگردانی داشته و بعدها به نویسندگی و فیلمسازی روی آورده و با فیلم احتمال باران اسیدی به عنوان یه فیلمساز با استعداد و موفق به سینمای ایران معرفی شده. مریم مقدم هم بازیگر ایرانی ساکن سوئد و ایران هست و تجربه بازیگری در سینما و تئاتر و تلویزیون در سوئد و ایران رو داشته و داره. از جمله اینها در ایران میتونیم به فیلم پرده جعفر پناهی، احتمال باران اسیدی و چریکه هورام اشاره کنیم. در مقام کارگردانی هم این فیلم اولین تجربه او هست. در برنامه این هفته آپارات دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری رو میبینیم و برای صحبت در مورد این فیلم از امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در لندن دعوت کردیم که با ما باشه و همینطور از راه دور لیلی نیکونظر، پژوهشگر مطالعات فرهنگی از آمستردام به سوالات ما پاسخ میده و فرید اسماعیل پور هم از پاریس تحلیل سینمایی خودش رو با ما در میان خواهد گذاشت بعد از دیدن فیلم. البته خب به اتفاق شما و دیگر میهمانان فیلم دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری رو ببینیم، بعد درباره این فیلم به تفصیل صحبت میکنیم. ببینیمش. آب و آبالو به سندید چه؟ اگر من آب رو توی این بریزم فکر میکنم مولکاست. همه وصله به ما میچست. به دزایی نمیچست. مرد بر امریکا! مرد بر امریکا! میدونی بالا کیا بودن که در مورد فرش داشتن حرف میزدن؟ نه. نمیشه گو، الان به شما نمیتونم بگم که چرا این سوالا رو میپرسی که انقدر سخته؟ منو مشکل با خودت داری. بابا اگه این دوربین دست گرفتی اینجوری نشستی که آقا اسکندر بهتر از شما میکنه. مهدی هاشمی و حاج آقا مهدی اصلا نظام قبول نداره. آقا خاموشون بیشتر از همه کشتری ما کلاگو داشت احمدی نژاد. فیلم منحصر به فرد درباره یه شخصیت منحصر به فرد. به نظر من فیلم درخشانی است، یکی از بهترین مستندهایی است که من این اواخر دیدم. مستند بسیار بسیار خوب، خیلی خوش ساخت، خیلی خوش رید. یک پورتری درباره یک شخصیت غریب و کمی دور از معیارهایی که ما میشناسیم حداقل. مستندساز این اثر واقعا این شانس رو داشته برای اینکه سوژه‌ای پیدا بکنه که این سوژه از هر طرف که بهش نگاه میکنی بسیار به نظر من جذابه. در این حال آدمی هم هست که به هر حال آرزوی خیلی انسانی داره. ایده بسیار انسانی که صلح و دوستی هست که از طریق یک فردی داره دنبال میشه که صاحب ثروت هست و خب اینم نشون میده به ما که این فرد میتونه این کارو بکنه. مردم عادی که نمیتونه، حتی این فرد هم نمیتونه.
این فرش باید خودش صحبت کنه، یا اون که این فرش رو میبینه میفهمه من چی گفتم یا نفهمید مهم نیست، اون که میفهمه با اون گفته بودم و فرش باید باش گفته میکنه نه من. دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری رو دیدیم، ساخته بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم، یه فیلم منحصر به فرد درباره یه شخصیت منحصر به فرد، فیلمی که به طور مشخص مستندی است از زمانه خودش و اونچه که در این زمانه گذشت. این فیلم برنده تندیس بخش هنر و تجربه از جشنواره مستند سینما حقیقت و همچنین تندیس حافظ برای بهترین مستند سال از جشن سینمایی حافظ بوده. برای صحبت در مورد این فیلم از امید شمس، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در لندن دعوت کردیم که با ما باشه، و همینطور از راه دور هم لیلیه نیکونظر، پژوهشگر مطالعات فرهنگی از آمستردام با ماست، و همچنین فرید اسماعیل پور، پژوهشگر فیلم و سینما از پاریس. خیلی ممنون از حضور شما و همینطور از حضور شما همگی در این برنامه. گفتگو رو با شما شروع کنیم آقای شمس، به نظرتون چطور فیلمیه؟ به نظر من فیلم درخشانی است، یکی از بهترین مستندهایی است که من این اواخر دیدم. فیلم به مثل هر اثر هنری برجسته‌ای بلافاصله از موضوع اصلی خودش فراتر میره و با ویژگی‌های نمادین و استعاری که در بطن اون روابط در فیلم ما می‌بینیم، یک تصویر بزرگتری رو به ما نشون میده که تصویر زمانه ماست، تصویر دوران ماست. من اگه بخوام مقایسه بکنم این فیلم رو، نه به لحاظ کیفیت هنری یا حتی به لحاظ ژانر، اما به لحاظ اون کاری که در تصویر کشیدن دوران میکنه، میتونم با فیلم مادر حاتمی مقایسه کنم. فیلم مادر حاتمی یک طرحی، یک نقشه دقیقی از سنت ایرانیت در یک خانه سنتی ایرانی به شما میده که تمام اون شخصیت هایی که ما به صورت ابدی و ازلی مثلا در آثار حافظ میبینیم، مثل شخصیت عاشق، رند، محتسب، مادر، این کاراکترهای ازلی در فرهنگ ایرانی رو به زیبایی در کنار هم قرار میده و به شما یک جغرافیایی از ایرانیت میده. این فیلم به شما یک طرح دقیق و جذابی از ایران معاصر به لحاظ سیاسی و اجتماعی میده و با روایت کردن یک فرد و یک مسئله که مسئله بسیار مهمی در این 40 سال گذشته بوده، ما با چیزی بسیار فراتر، حتی قبلتر از تاریخ انقلاب و آنچه که امروز هست مواجهیم، و تمام این شخصیت هایی که در این فیلم ما میبینیم هر کدوم میتونن نماینده یک کاراکتری در عرصه سیاسی اجتماعی ایران باشن. آقای
اسماعیل پور، ما با چگونه مستندی روبرو هستیم؟ آیا یه مستند پورتره هست یا یه مستند تاریخی سیاسی؟ ببینید، دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری برای من یه مستندیه که چند تا جای خاصگاه داره. اول از همه اون چیزی که به ظاهر میاد یک مستند پورتره هست، یک پورتره درباره یک شخصیت غریب و کمی دور از معیارهایی که ما میشناسیم حداقل. این اولین وجه این مستنده. خواستگاه دوم مستند اون وجه سیاسی و اجتماعیشه، به این معنا که میتونه یک سندی باشه از دورانی که زندگی میکنیم و از یک آدم غریب و یک کاراکتری که واقعا تمام شاخصه های قهرمان رو حتی تو فیلم تو یک فیلم داستانی میتونه داشته باشه در دوران و در عصر ما. و به نظر من یک وجه قوی تری به فیلم میده این لایه دوم در کنار اون پورتره. گرچه در این که چگونه پورتره ای هست، چه دقتی داره و چقدر اطلاعات درباره شخصیت به ما میده میشه بحث کرد، چون به نظر من به عنوان پورتره حفره هایی هست از زندگی آقای نادری و از شخصیت آقای نادری که ما در زندگیش، در داستانش که ما اونا رو میبینیم و درک نمیکنیم که چرا این سالها پاسخ داده نشدند. خانم نیکو نظر، شما چطور دیدین این فیلمو؟ راستش اگر که اجازه داشته باشم اینو بگم، به نظرم فیلم درخشان و فوق‌العاده است. یعنی این چیزیه که میتونم در موردش بگم. مستند بسیار بسیار خوب، خیلی خوش ساخت، خیلی خوش ریتم، لحن مستند خیلی خوب از آب در اومده. تغییر لحن به نظر من در جای خیلی درستی اتفاق میفته. موضوع به شدت موضوع جذابیه و من فکر میکنم که کارگردان و مستندساز این اثر واقعا این شانس رو داشته برای اینکه سوژه‌ای پیدا بکنه که این سوژه از هر طرف که بهش نگاه میکنی بسیار به نظر من جذابه. همونطور که تو بحث مطرح شد، یکی از جنبه های اصلی، جنبه شخصیت اصلی این فیلم هست، آقای نادری، که خیلی هم منحصر به فرده. این شخصیت رو چطور شما تحلیل میکنید؟ شخصیت آقای نادری چندین جنبه جذاب داره برای من. یکیش در واقع جایگاه این شخصیت در این مناقشه بزرگی است که مناقشه میان دو کشور و میان حکمرانان هست و در این حال مجموعه، یعنی تمام افراد یک جامعه چشم به این مناقشه دوختن و بر زندگیشون تاثیر داره. آقای نادری مثل یک چهره، در واقع مثل یک مبارزه دونکیشوتواری رو برای تغییر دادن این شرایط آغاز می‌کنه. چرا میگم مبارزه دونکیشوتوار؟ برای اینکه کاراکتر آقای نادری به همون اندازه که تلاش میکنه سخنی رو از مردم بگیره، یا مدعیه که دوست داره که یک چهره ای رو، چهره واقعی رو از مردم به نمایش بگذاره، اما شخصیت خودش و جایگاه اجتماعی و سیاسی خودش به هیچ عنوان نمیتونه در کنار اون مردم باشه به عنوان یک چهره صاحب ثروت، یک چهره‌ای که بسیار تشابهاتی داره با قدرت سیاسی و حتی در جاهای تلاقی میکنه که ما در فیلم میبینیم. و نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که این چهره در مجموعه اون تلاشایی که داره میکنه یک موقعیت خاصی رو به ما نشون میده و اون بحران‌هایی هستش که برای رسیدن به اون چیزی که یک مردم میخوان داشته باشن، یک شخصیتی که از فرای یک طبقه مردمی اومده و در مقابل یک حکمرانی سیاسی قرار داره، تلاش میکنه بهش برسه. این به نظر من این شخصیت روی شخصیت دونکیشوتواری یک شخصیت آیرونیک میکنه. در این حال آدمی هم هست که به هر حال آرزوی خیلی انسانی داره، خیلی دقیقاً اون چیزی که مطرح میکنه صلح هست و علاقمند به برپایی صلح در جهان و آشتی بین ملت‌ها، بنابراین انگیزه خیلی مثبتی هست برای حرکتش. آقای اسماعیل پور، شما شخصیت و شخصیت پردازی یا شخصیت نگاری توی این فیلم رو به لحاظ فنی چطور دیدید؟ من اصولا اینجا با شخصیت نگاری، با توجه به اینکه توی یک فیلم، در یک فیلم مستند پورتره‌ای، موافق‌ترم از این ترم استفاده کنیم. من فکر می‌کنم فارغ از اون مسئله‌ای که اون حفره‌های کوچک اطلاعاتی درباره زندگی و گذشته و نفوذ آقای
نادری وجود داره. فارغ از اون به نظر من خیلی خوب انجام شده. یادون باشه که عزاز روایی یه دستگاهی رو انتخاب کرده فیلمساز برای روایت فیلمش که بهش این اجازه رو میداده که همراه آقای نادری باشه و در این همراهی به نظر من او اصلا کوتاهی نکرده. خیلی همراهیش همراهیه هم همدلانه و هم منصفانه‌ایه. میشه حال درباره این مسئله صحبت کرد که خیلی جالبه، ولی به نظر من شخصیت نگاری توی فیلم، آنچه که ما در برابر دوربین میبینیم، آنچه که تصمیم گرفته شده به ما نشون داده بشه، به نظر من خوب انجام شده. کمک گرفته فیلمساز از همکاران آقای نادری، از دوستانش، از خانوادهش، برای اینکه شخصیت آقای نادری رو بیشتر گسترش بده در چشم ما و اون رو بیشتر با ما معرفی کنه. مسئله اینه که باز اون، نمیخوام بگم به عنوان نکته منفی ازش یاد کنم، اون ویژگی عمومی که اکثر فیلم‌های مستند پرشه دوشارش میشن، مخصوصا وقتی که روایت سوم شخص رو انتخاب میکنن برای روایت فیلم، اینه که بالاخره خود شخصیت و اون کاراکتر اصلی هست که بیشتر بار معرفی خودش رو بردوش میگیره، که این انتخابه. نمیخوام بگم که منفی یا نگاه منفی مثبت بهش دارم، ولی بالاخره این هست که بیشتر بار معرفی رو با توجه به اون انتخاب اون دستگاه روایی از طریق فیلمساز خود شخصیت اصلی بردوش داره. برگردیم به شما خانم نیکو نظر. رابطه قدرت و رابطه بین حالا ایران و آمریکا به خصوص بین نسل‌های مختلف به لحاظ جامعه شناسان چطور فهمیده میشه؟ سیاست حداقل در جوامع مثل جوامع ما دقیقا پاش رو روی گردن ما میذاره و دقیقا اون جایی که ما میخوایم تنفس بکنیم. بنابراین مسئله در واقع امر سیاسی و مسئله زندگی روزمره به شدت در هم آمیخته است و اینجاست که در واقع سیاست روزمره شکل میگیره و افراد در جوامع مختلف راههایی رو در اون متن زندگی خصوصیشون پیدا میکنن برای مقاومت کردن، یا راههایی رو در واقع اداپت میکنن روی در زندگیشون برای اینکه چطور مسیر خودشون رو در این پیچ و خم در واقع سیاست پیدا بکنن. و ما میبینیم که این فرد هم به هر حال به یک نوعی درگیر سیاست شده. به نظر فیلم یه دریچه‌ای هست به در واقع دنیای سیاست و روابط قدرت و بازی‌های سیاسی و تحولات سیاسی و سیر عجیب و غریب تحولات سیاسی در زمینه ایران و مسائل ایران. آقای شمس، آقای نادری شخصیت اصلی این فیلم چقدر مردم هست؟ چقدر بخشی از مردم هست؟ آیا دیدگاه‌های مختلف مردم رو نمایندگی می‌کنه؟ اون چیزی که حالا توی فیلم خودش مدعی هست که قرار هست به نمایندگی از مردم ایران یا به نمایندگی از گروهی از مردم ایران دست کم این کار رو انجام بده و پیام صلح و آشتی مردم ایران رو برسونه به آمریکایی‌ها تا دست کم این مشکل کمی کمتر بشه. خواسته آقای نادری خواسته مردمی است. یعنی خواسته ایه که خواسته بخش بزرگی از مردم ایران، نمیتونیم بگیم خواسته همه مردم ایران، اما جایگاه آقای نادری جایگاه قدرته. به واسطه اینکه شما تقابل بین دو سلطان رو میبینید، شما به این شخصیت و به نوع نمایش دادن خودش نگاه کنید، یک نوع نارسیسیزمی درش میبینید، یک نوع خودشیفتگی در اون میبینید که این خودشیفتگی ویژگی قدرته. شما دو سلطان رو در برابر هم میبینی، یک سلطان مطلق سیاسی و یک سلطان اقتصادی، یک سلطان صاحب ثروت و یک سلطان صاحب قدرت رو. این نکته ای هستش که آقای نادری رو از جایگاه مردم جدا میکنه. به معنای این نیست که یک چهره منفوری از اون میسازه، به هیچ عنوان. یک چهره اتفاقا دوستدار مردم رو میسازه. شما تقابل بین یک سلطان بدخواه و یک سلطان خیرخواه رو میتونید اینجا ببینید، اما از جایگاه سلطانیت اون چیزی کم نمیشه. و این نکته رو برای اینکه ببینیم جایگاه مردم در کجاست، در جغرافیای خودش این سلطانیت بله، دیده بله، میشه بله، دیگه بله، نه بیش از اون. مثلا صحنه آخر فیلم رو دقت کنید، اون تصویری که از خودش در اون فرش ساخته، که تصویر یک سلطان شبیه به سلاطین قاجار هست که در اون طرح پایانی فرش میبینیم ازش، و یا تابلویی که در رستوران از خودش زده که دقیقاً شبیه سلاطین. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در این فیلم جایگاه مردم اون چشم شاهد دوربین هست. این چشم این جایگاه مردم، و شما میبینید که این در مقابل این چشم ناظر مردم هیچ کس حاضر نیستش که
در واقع حرفش رو کامل و با جرأت بزنه یا اعتماد بکنه به مردم و با مردم سخن بگه، و دوم اینکه آقای نادری این تلاش صلح‌خواهانه صلح‌طلبانه خودش رو مدام داره از طریق حاکمیت سیاسی دنبال، یعنی خطاب یک حکمران به یک حکمران دیگه، یک حکمران اقتصادی به یک حکمران سیاسی، یک حکمران خیرخواه به یک حکمران بد ابزارهای حکمرانی رو اگر که شما اسمش حکمران میذارید نداره که داره فقط تلاش میکنه در جغرافیای خودش داره. شما به فرم زیست این آدم نگاه کنید، پسرش رو دقیقا مثل یک ملازمی در کنار خودش داره، افرادی که میان دست اینو میبوسن وقتی میره با کارکنانش مواجه میشه، شما دقیقا یک چهره یک خان رو میبینید، به رستوران میره ببینید چه جوری اون رو میبوسن، دستش رو میبوسن و قشنگ جلوش تعظیم میکنن. این تمام ویژگی های یک صاحب قدرت، متو این قدرت یک قدرت اقتصادی است، نه یک قدرت زور و قدرت سیاسی. کاریزمای شخصیتی اون هم هست به شکلی هم هست، بله یه شخصیت کاریزماتیک هست، در این تردیدی نیست، اما در عین حال شما جایگاه طبقاتی و اقتصادی اون رو نمیتونید نادیده بگیرید در مواجهش با چیزها. این البته در به همین جذابش میکنه، یک ایده مردمی، یک ایده بسیار انسانی که صلح و دوستی هست که از طریق یک فردی داره دنبال میشه که صاحب ثروت است، و خب اینم نشون میده به ما که این فرد میتونه این کارو بکنه، مردم عادی نمیتونه، حتی این فرد هم نمیتونه. یعنی شما میبینید میخوره به صد حکومت و اونجا میگه من نه در این جنگ دخالتی داشتم، نه الان که اینا دارن مصالحه میکنن منو دخالت میدم، بنابراین من کار خودم رو میکنم. اما این کار خودش رو هرگز از طریق مردم یا در مواجهه با مردم و خطاب به مردم انجام نمیده، میخواد به نمایندگی از مردم انجام بده، و این اونجاییه که صاحب نظرها رو وقتی دعوت میکنه باشون حرف میزنه میگه این کار من کردم، میگن خب شما چرا این کار رو الان که انجام دادید به ما عرضه میکنید، و اون صاحب نظر اونجا بهش میگه که میگه شما این کار رو انجام بدید، ولی خواهش میکنم به نمایندگی از مردم ایران و به عنوان حرف و سخن مردم ایران این کار رو نکنه. همینطوری هست. خانم نیکو نظر، این جایگاه قدرت و سیاست، چیزی که بحثش اینجا شد، از نگاه گروه‌های مختلف اجتماعی چطور فهمیده میشه به نظر شما؟ ببین یه چیزی که حالا فیلم در مورد روابط قدرت در ایران میگه، مثلا شما نگاه بکنید ببینید چطور یه فرد عادی برای اینکه مثلا یه کاری که میشه از طریق تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی انجام داد، تو حالا تو فیلم میبینید که این مسیر خیلی هموار نمیشه، این فرد هیچ مسیری برای اینکه راه خودش رو پیدا بکنه نداره، تمام درها به روش بسته است، باید بره پیش افراد زینفوز، یعنی باید بره کسایی که سهمی دارن در قدرت، کسایی که خون دادن، مثلا شهید دادن، جانباز دادن، یا کسایی که اینها در هر جمله شون و در هر و در زبان روزمره شون مدام ارجاع میدن به فردی که در رأس قدرت هست، هر چیزی که آقا بگه، هر چیزی که ایشون بگه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که یک نگاه جامع و کلی به ما میده از اینکه اساساً این هرم قدرت و این هرم امر سیاسی در ایران چطور چیده شده. کارشناسه که مسئول فرش هستن، فردی که صلاحیت علمی داره، تا چه اندازه این زبان ضعیف و زبان در زبان حاشیه‌ای، زبانی که از قدرت دوره. بعد شما وقتی که میاد میشینید در جمع مردانی که اینا صرفاً افراد با نفوذ، بعد اونجا شما میبینید زبان چقدر در موضع قدرته، چقدر زبان بدن این افراد در موضع قدرته. یعنی شما اگر این دوتا نشست رو با هم مقایسه بکنید، متوجه میشید که چه کسانی به قدرت در واقع دسترسی دارن و به در واقع رتبه بندی های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. آقای شمس، ما تو این فیلم یک سری وضعیت های ویژه رو شاهدش هستیم، وضعیت هایی که گاهی ما رو به خنده وامی داره، گاهی به تعمق و گاهی حسرت و در واقع نگرانی، و تبدیل میشه به یه شکلی ابزورد، یک شکل کاریکاتورگونه. این از کجا میاد؟ یک ویژگی در این فیلم هست که این رو باز فراتر میبره از شخصیت آقای نادری، همین هستش که همه در این فیلم میترسند. ترس بر همه مستولی است، از اون چهرهای حکومتی گرفته تا خود آقای نادری تا دخترانش، همه انگار نمیتونن یه حرفی رو که میخوان بزنن، و این یک ویژگی ابزورد و یه ویژگی آیرونیک ایجاد میکنه. ابزورد به این معنا که معنایی در اون کلامی که گفته میشه نیست، فقط داره یک سخنی گفته میشه که مشروعیتی رو نگه داره. مثلا اون چهرهای حکومتی مدام دارن مثل یه دانش آموزی که گذاشتنش جلوی کلاس و ترسیده جلوی دوربین، سعی میکنه فقط حرفهایی رو بزنه که
تکرار پروپاگاندای حکومتی و با کلمه آقا فرمودن فلان 10 دقیقه صحبت میکنه، هیچ معنایی و هیچ ایده‌ای درون اون نیست. همینطور اون کسی که جانبازه و دیگه همه اینهایی که به حساب صاحب حق یا حق سیاسی یا حق در واقع مشروعیت هستن جرأت نمیکنن سخن بگن و این اون وضعیت بی‌معنایی رو در این وضعیت شکل میده. از اون طرف آیرونی، یعنی این تضاد ویژه بین سخن اون حکومتی و اون دختران هستش که در واقع انگار که یا ایده ای ندارن از اتفاقاتی که داره میفته یا جرأت نمیکنن اون ایده رو بگن و این ویژگی یک جامعه توتالیتره که هیچ کس درش به دیگری اعتماد نمیکنه و اجازه سخن گفتن پیدا نمیکنه. در نتیجه هر وقت هم که میخواد سخنی بگه این رو منسوب باید بکنه به اون قدرت مطلقه بالا تا حتی در حد گفتن چند تا کلمه هم اجازه حرف زدن پیدا. حتی شخصیت اصلی هم به فیلمساز اعتمادی نداره و او رو میگه که ممکنه از نیروهای اطلاعاتی باشی. آقای اسماعیل پور، اهمیت موضوعی فیلم در چه هست؟ برای من عرض کردم یکی از نکات مثبت فیلم نگاه منصفانه فیلمسازه که درست هم انتخاب کرده اون دستگاه رواییشو، و نکته دیگه این فیلم که برای من خیلی چشمگیره یگانه بودن موضوع و شخصیت فیلمه. این دوتا نکته به نظر من به فیلم امتیاز دادن و فیلمو از یک اثر معمولی تبدیلش کردن به یک اثری که توی ذهنمون میمونه. آقای اسماعیل پور، ارتباط و فاصله دوربین با موضوع رو توی فیلم چطوری دیدید شما، هم در تکنیک و هم در نگاهی که فیلمساز به کار گرفته در این فیلم؟ من خیلی امروز دارم ارجاع میدم به اون سوم شخص، روایت سوم شخصی فیلم، ولی اگر اونطوری که من دیدم، اگر این فرض من، برداشت من درست باشه، با توجه به پلان آخر فیلم که اون همکار خانم یا همسرش رو نمیدونم کسی کنارشون هستن، فیلم وقتی که آقای نادری عصبانی میده توی فرودگاه بهش میگه، به فیلمساز میگه دوربین بده من و خودت برو دنبالش، ما اونجا متوجه میشیم فیلمساز و صحنه دیگه هم هست به عنوان شاهد که فیلمساز خودش فیلم هم داره میگیره و همیشه در کنار یا پشت دوربینش حضور داره. به نظر من این باز برمیگرده حالت به خود اون انتخاب سوم شخص، به اینکه فیلمساز ترجیح داده همیشه با فیلمسازش باشه، همراه باشه، و دوربین حتی لحظاتی شکل تعقیب کنندگی داره، یعنی خیلی از اتفاقات فیلمو ما بعد از کاراکترمون متوجه میشیم، در پی کاراکترمون میریم و اون شخصیت و اون شخصیت با چیزی مواجه میشه و بعد ما اونو متوجه میشیم. به نظر من استفاده از دوربین، فاصلهش با شخصیت که معمولا خیلی فاصله نزدیکی چون خود فیلمساز فیلم برداری میکرده و تعقیبش میکنه، فاصله که یک انسجام بصری ایجاد کرده که به نظر من خیلی مناسبه. و یه سوال مهمتر از شما میپرسم آقای شمس، آقای نادری دقیقاً کیه؟ آقای نادری اون وجه چندگانه مردم ایرانه که از یک سمت دوستدار صلح و آرامشه، از یک سمت مداراگره و از یک سمت مستبده و علاقه به قدرت متمرکز داره و استبداد دوست در یک وجوهی، یعنی این ویژگی چندگانه. به همین دلیل این فیلم درخشانیه، چون به ما ایرانیت معاصر ما رو نشون میده در همه وجوهش. و بذارید از شما بپرسم آقای اسماعیل پور، از نظر شما سوال مهمتر این فیلم و پایانی ما، آقای نادری دقیقاً کیه؟ به نظر من این سوالی نیست که من باید جواب بدم، اتفاقا بعد از دیدن فیلم مستند که وجوه قوی پرچرگونه داره، ما قاعدتا باید به یک جوابی رسیده باشیم. برای من، ولی برای من آقای نادری یک شخصیتیه که توی فیلم داستانی میتونه ابر قهرمان باشه، چون وقتی ما میخوایم گره درست کنیم توی فیلم داستانی میگیم یک شخصیت یک چیزی داره که میخوان ازش بگیرن، یه چیزی نداره که میخواد به دست بیاره. آقای نادری یه چیزی رو نداره و میخواد به دست بیاره، یه کاری میخواد انجام بده، یک پروژه میخواد انجام بده، هدفی داره، هرچند خیلی اکسانتریک و دور از ذهن و دور از نرم ها، ولی میخواد انجام بده و این جذابش میکنه. بسیار ممنونم از هر سه شما، فرید اسماعیل پور، لیلی نیکو نظر و همینطور امید شمس. ممنونم از حضور شما در برنامه این هفته. ما فرصت دیگه‌ای برای ادامه گفتگو نداریم، از طریق همین راهی که اینجا داره زیرنویس میشه شما برای ما بنویسید که فیلم رو چطور دیدید و چقدر آقای نادری و آقای نادری ها براتون آشنان. شما در رابطه با این رابطه چی فکر میکنید؟ تا فرصتی دیگه و برنامه دیگه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنونم از همه شما.